سلام، توی جلسه قبل با کلمات کلیدی کانونی یا عبارت هدف آشنا شدیم. متوجه شدیم هر کدوم از صفحات وبسایت ما باید با یکی از این کلمات سئو بشن. به عنوان مثال صفحه اصلی وبسایت ما با عبارت وردپرس یا وردپرس فارسی سئو شده بود. حالا می‌خوایم ببینیم چطور می‌تونیم این کلمات کلیدی رو پیدا کنیم. اگر من در زمینه وردپرس فعالیت میکنم، چطور میتونم مشخص کنم که چه کلمات کلیدی مناسب وبسایت من هستش؟ یا اگر وبسایت شما در حوزه فروش موبایل فعالیت داره، خب طبیعتاً ما از چه عباراتی بهتر هستش برای وبسایت فروش موبایل استفاده کنیم؟ برای اینکه کلمات کلیدی مورد نظرمون رو پیدا کنیم، میتونیم از چند تا ابزار بسیار خوب استفاده کنیم. اولین ابزار ابزاری است که به ما کمک میکنه زمینه کاری خودمون رو انتخاب کنیم. به عنوان مثال فرض کنید شما میخواید در حوزه فروش لوازم الکترونیکی فعالیت کنید. میخواید ببینید فروش موبایل بیشتر در گوگل سرچ میشه، فروش تبلت بیشتر در گوگل سرچ میشه یا فروش قطعات کامپیوتر. برای اینکه این کار رو بتونیم انجام بدیم، میتونیم از ابزاری استفاده کنیم به نام trends.google.com. گوگل ترندز ابزاری است که میزان سرچ موضوعات و تاپیک های مختلف رو در چند سال گذشته در گوگل به ما اطلاع رسانی میکنه و به ما نشون میده. به عنوان مثال شما اینجا خرید موبایل رو میتونید سرچ کنید، خرید تبلت و خرید لپتاپ به عنوان مثال، و میتونید اینجا مقایسه هایی رو بین این سه انجام بدید. اگر من به عنوان یک مدیر وبسایت فروش قطعات الکترونیک بخوام در این حوزه فعالیت داشته باشم، طبیعتاً فروش تبلت رو اصلا در برنامه کاریم قرار نمیدم، چون سرچ بسیار بسیار کمی به نسبت دو عبارت دیگه داره. حالا اگر بخوایم دقیق تر بررسی کنیم، میتونیم مثلا لپتاپ، تبلت و موبایل رو سرچ کنیم، میتونیم نتایج دقیق تری رو داشته باشیم. حالا علاوه بر این که گوگل ترند به ما اینجا نشون میده که این سه عبارت کدومشون سرچ بیشتری داشتن، اینجا نشون میده که توی چه کشورها و چه شهرهایی سرچ بیشتری داشتن، اینجا عباراتی که بیشتر سرچ میشن در این حوزه رو به ما نشون میده، به صورت جداگونه تبلت، لپتاپ و این بالا هم موبایل. و شما میتونید از اینجا کشورتون رو روی تمام دنیا یا روی ایران تعریف بکنید. مثلا بگید خب توی ایران میخوام ببینم چقدر اینها سرچ داشتن، و به شما نشون میده که توی کدوم شهرها و کدوم استانهای ایران اینها سرچ بیشتری داشتن و دقیقا میزان سرچشون در هر کدوم از این شهرها چه مقدار بوده. همه اینها را میشه خیلی دقیق بررسی کرد با استفاده از گوگل ترندز. در گذشته گوگل برای ارائه این آمار و ارقام به شرکت‌ها هزینه‌های بسیار زیادی رو دریافت می‌کرد. بعدن که حالا اومد سراغ سیستم تبلیغات گوگل که حالا تو جلسات قبل باهاش آشنا شدیم و درآمدش رو برد به اون سمت، دیگه کم کم سعی کرد فروش دیتا رو کنار بذاره و این سرویس رو راه اندازی کرد که مدیران وبسایت‌ها و افرادی که در حوزه بیزنس فعالیت دارن بتونن آماری که میخوان رو از سرچ گوگل دریافت کنن. همینطور مثلا توی صفحه اصلی گوگل ترندز میتونید ببینید به عنوان مثال توی کشور ایران، یعنی اینجا کشورتون رو پیدا کنید، الان چه چیزهایی ترند هستش و چه چیزهایی بیشتر داره جستجو میشه. میتونید همه اینها رو بررسی بکنید. جئو رو اگه بذاریم روی IR، البته خب چون ایران رو متاسفانه هنوز جزو کشورهای اصلی در نظر نگرفته، آمار خاصی رو به ما نشون نمیده، ولی میتونیم همین الان ببینیم که به عنوان مثال اینجا
مثلا فوتبال خیلی سرچ میشه، جام جهانی خیلی سرچ میشه، سلبریتی ها اسمشون خیلی سرچ میشه در دنیا، یا مثلا موارد دیگه ای که میتونیم اینجا ببینیم با هم دیگه در واقع بررسی میکنه و میتونیم ببینیم سال 2020 توی جستجوی گوگل چه عباراتی بیشتر سرچ شده با استفاده از این ترند های روز یک کسب و کار جدید، یه ایده جدید راه اندازی کنیم و از اون کسب درآمد کنیم. خب ایدمون رو پیدا کردیم، متوجه شدیم اگه بخوایم یه وبسایت در حوزه موبایل یا تبلت یا لپتاپ راه اندازی کنیم، حوزه فروش موبایل در واقع مشتریان بیشتری داره، شاید سود کمتری داشته باشه ولی مشتریان بیشتری داره. اما بریم سراغ اینکه حالا حوزه موبایل رو انتخاب کردیم، چه کلمات کلیدی رو برای صفحات وبسایتمون انتخاب کنیم. اینکه چطور این کلمات کلیدی رو روی وبسایتمون پیاده کنیم فعلا مهم نیست، کلا جلسات بعد شاید تمام دوره رو دیگه به این قضیه میپردازیم که چطور با این کلمه کلیدی سایتمون رو سئو کنیم و بیاریم توی صفحات بالاتر. فعلا باید کلمات کلیدی اصلی سایت رو پیدا کنیم، با این کلمات سایتمون رو سئو کنیم. خب فاز اول انتخاب کلمات کلیدی این هستش که کلمات کلیدی رو پیدا کنیم و روی وبسایتمون اجرا کنیم. فاز دوم اینه که با استفاده از ورودی هایی که در چند ماه آینده وبسایتمون میگیره این کلمات رو بازنگری کنیم، تغییر بدیم و هر روز و هر روز سئو وبسایتمون رو بهتر کنیم که اونو در جلسات بعد بهش خواهم پرداخت. فعلا میخوایم کلمات کلیدی مورد نیازمون رو پیدا کنیم. بهترین ابزاری که برای این کار میشه استفاده کرد ابزار گوگل کیوردز هستش. گوگل کیوردز یک ابزاری هست که زیر مجموعه گوگل ادز قرار داره و ما از اون استفاده میکنیم به عنوان ابزاری که به ما کمک میکنه که ایده هایی برای کلمات کلیدی مناسب رو پیدا کنیم. نام این سرویس کیورد پلانر هستش که با کلیک روی این دکمه میتونیم واردش بشیم. البته ارور بهمون میده، چرا؟ چون ما توی ایران هستیم، پس از سرویس تغییر آی پی استفاده میکنیم، صفحه رو رفرش میکنیم. اگر صفحه باز نشد این لینک رو من کپی میکنم توی نیو اینکاگنیتو ویندو و اینجا پیست میکنم. خب از ما میخواد که وارد اکانت گوگلمون بشیم. من وارد اکانت گوگل خودم میشم. خب اینجا از ما یه سری اطلاعات بیزنسمون رو میخواد. باید کشورمون رو انتخاب بکنیم. به عنوان مثال من اینجا ببینم ایران رو داره. البته ایران رو انتخاب نکنیم بهتره. بیزنسمون رو مثلا میذاریم روی همون United State. تایم زونمون هم مشخص میشه. مهم نیست. میگه سری ایمیل برات ارسال بکنم یا نه؟ میگیم نه. Explore Keyword Planner رو کلیک میکنیم، وارد ابزار Keyword Planner میشیم. همونطور که گفتم این ابزار به افراد کمک میکنه عبارات دلخواه خودشون رو پیدا کنند برای سرچ در واقع تبلیغات در سرچ گوگل یا استفاده از همون گوگل ادوردز. روی Discover New Keywords کلیک میکنیم تا بتونیم عبارات جدید رو پیدا کنیم. توی این قسمت اولین کاری که انجام میدیم زبان خودمون رو روی فارسی قرار میدیم و توی این قسمت این ضرب درها رو میزنیم تا بتونیم کلن روی کل دنیا سرچ انجام بدیم. حالا من اینجا شروع میکنم سرچ کردن، مثلا همون عبارت موبایل رو سرچ میکنم. میتونیم اینجا کیورد های دیگه رو هم سرچ کنیم، مثلا خرید موبایل. و حالا get results رو اگر کلیک کنیم بر اساس سرچی که انجام دادیم میگرده برای ما عبارات کلیدی مورد نظر رو پیدا میکنه. ما میتونیم سایتمون رو با این عبارات سئو کنیم: موبایل، خرید موبایل، قیمت گوشی سامسونگ، قیمت گوشی شیائومی الی آخر. پس میتونیم با اینها بگردیم خیلی راحت سایتمون رو سئو کنیم. اگر میخواید روی عباراتی کار کنید که بیشترین سرچ رو در گوگل دارن، باید این رو بر اساس average monthly search قرار بدیم. میگرده ببینه چه عباراتی بیشتر در گوگل سرچ میشن.
این روش اوله، یعنی شما میتونید عبارات کلیدی مورد نظر خودتون رو پیدا کنید و اونهایی که سرچ زیادی در گوگل دارن رو انتخاب کنید، روی سئو سایتتون خیلی قوی شروع کنید کار کردن و این عبارات رو در نتایج اول گوگل نمایش بدید. طبیعتاً زحمت زیادی داره و از اون طرف درآمد بسیار زیادی هم خواهید داشت. حالا یک مسئله دیگه، پیشنهادی که من به شما دارم و اکثراً توی حالا مشاوره ها هم به دوستانم میگم اینه که شما روی یه حجم کوچیکی از بازار تمرکز کنید، ببینید چه محصولی است که در گوگل سرچ میشه و سایت دیگه ای اون محصول رو نداره، اون محصول رو بیارید برای فروش. یه حجم زیادی از مشتریان به سمت شما جذب میشن، بعد از اینکه این کار رو انجام دادید بعد برید سراغ محصولاتی که زیاد سرچ میشن. برای این قضیه باید برید توی بازاری که در اون کامپتیشن یا رقابت بازار بسیار کمه. اگه میخواید وارد این بازار بشید باید کامپتیشن رو انتخاب کنید و فلش کامپتیشن رو به بالا یعنی سعودی انتخاب بشه. حالا میتونید وارد عبارات کلیدی بشید که کامپتیشن بسیار کمی دارند، یعنی رقابت در اونها بسیار کمه. حالا میتونید اینجا ببینید. خب ما طبیعتا نمیتونیم روی قیمت گوشی سامسونگ 25 اردیبهشت 99 کار کنیم، چون از این تاریخ گذشته کسی هم دیگه سرچ نمیکنه. خرید گوشی موبایل مثلا شانیکالا، خب این اسم یه برند بوده، اسم یه وبسایت بوده و افراد سرچش کردن. ولی اگر همینجا اسکرول کنیم میتونیم مثلا ببینیم مشخصات می 9T، خب اصلا توی گوگل ظاهراً کامپتیشنی نداره، رقابتی نداره، ولی توجه داشته باشید در ماه بین 0 تا 10 بار سرچ میشه، پس میشه گفت خیلی کم ارزش داره که ما بخوایم روش کار بکنیم. ولی اینجا رو ببینید، مثلا خرید شیائومی ردمی نوت 7 بین 10 تا 100 بار در ماه داره سرچ میشه، هیچ کامپتیشنی هم این وسط وجود نداره. پس اینجاست که من پیشنهاد میکنم از این عبارت استفاده کنید برای سئو کردن یکی از صفحات وبسایتتون. یا مثلا فروش گوشی تاشو سامسونگ معمولا تو گوگل سرچ میشه بین 10 تا 100 بار، ولی رقیبی نیست که حالا خیلی خوب و قوی روی این عبارت کار کرده باشه. به خاطر همین من پیشنهاد میکنم سایتتون رو با این عباراتی که average monthly search بالایی دارن، بالای 10 بار و کامپتیشن کمی دارن، سئو کنید صفحاتتون رو و شروع میکنه سایت شما به مرور رشد کردن. بعدن میتونید برید سراغ اون عباراتی که کامپتیشن بالایی دارن، مثل مثلا آیفون 11، مثل گوشی اپل آیفون 12، و سایتتون رو با این عبارات سئو کنید. طبیعتا درآمد شما چند ده برابر خواهد شد. اینجا چند تا گزینه دیگه هم داریم، مثلا معمولا میزان شیر، در واقع ایمپرشن شیر تبلیغاتتونه که میزان دیده شدن تبلیغات شماست توی گوگل. اینجا میزان حداقل هزینه که شما باید پرداخت کنید بابت کلیک روی تبلیغاتتون تو گوگل، و اینم میزان حد اکثر هزینه است که باید پرداخت بکنید بابت کلیک که به یورو هستش، و ما کاری با این گزینه اصلا نداریم چون نمیخوایم با تبلیغات گوگل کار بکنیم. ما صرفا این ستون اول رو باهاش کار داریم که بسیار بسیار گزینه مناسبیه. خب یک ابزار دیگه هم وجود داره غیر از این گوگل کیورد به نام اوبر ساجست. من همیشه پیشنهاد میکنم از دانشجوام که از این دوتا ابزار استفاده کنن، هیچ ابزار دیگه رو غیر از این دو پیشنهاد نمیکنم. شاید اگر توی گوگل سرچ کنید کیورد ساجستشن تول، خب ابزارهای زیادی هستند، مثل مثلا SEM راش، مثل آلگولیا، مثل SE رنکینگ، مثل keywordtool.io که خیلی از دوستان از اینها استفاده میکنن، ولی من هیچ کدوم رو پیشنهاد نمیکنم. تنها ابزاری که پیشنهاد میکنم اوبر ساجست هست و گوگل کیورد پلانر. چرا؟ یک، گوگل کیورد پلانر خب طبیعیه دیگه، توسط گوگل داره استفاده میشه و توسط گوگل ارائه شده، پس آماری که بهمون میده آمار نسبتا دقیقی هستش.
اوبر ساجست هم آمارش تقریبا دقیقه. چرا؟ برای استفاده از یک سرویس، مخصوصا سرویس این چینی که به ما منبع ارائه میکنه، ما باید ببینیم میخوایم از چه داده هایی نتیجه کسب کنیم. این وبسایت داره چه داده ها رو از کجا میاره؟ این مهمترین مسئله در انتخاب یک سرویسه. اوبر ساجست برخلاف سرویس های دیگه داده هاش رو از کنترل پنل وبسایت شما و سایر وبسایت ها میگیره. کنترل پنل گوگل سایتتون که حالا در جلسات بعد باش آشنا خواهیم شد. پس زمانی که ما عبارت اوبر ساجست رو سرچ میکنیم، وارد سایت اوبر ساجست میشیم، یک وبسایتی برامون باز میشه اینجا. حالا زبانش رو بهتر روی انگلیش قرار بدیم تا انگلیسی باشه و یک عبارتی رو سرچ بکنیم، مثلا همون عبارت موبایل رو، و سرچ رو کلیک کنیم. چه اتفاقی میافته؟ دقیقاً یه چیزی مثل گوگل کیورد پلنر داریم که به ما عبارت کلیدی رو نشون میده. اما اوبر ساجست سیاست کاریش به چه شکلیه؟ به شما میگه ثبت نام کنید توی این سرویس. زمانی که ثبت نام میخواید کنید، میگه من میخوام اجازه داشته باشم دسترسی به پنل گوگل سرچ کنسول وبسایت شما رو داشته باشم. گوگل سرچ کنسول چیه؟ توی جلسات بعد باهاش آشنا میشیم، ولی فعلا این پیش زمینه رو داشته باشید که گوگل سرچ کنسول یه ابزاره، واردش میشید، میتونید ببینید با چه کلمات کلیدی ورودی داشتید، چه کلمات کلیدی تو گوگل سرچ شده و وارد سایت شما شده، سایت شما چقدر در نتایج دیده شده و غیره. این سرویس از مدیران وبسایت‌های مختلف میخواد توش ثبت نام بکنند تا بهشون اطلاعات کامل تری بده. هرچند پیشنهاد میکنم شما به عنوان مدیری وبسایت توش ثبت نام نکنید تا اطلاعاتتون دست رقباتون نیفته. دسترسی خواهید داد به پنل گوگل سرچ کنسولتون و از همین داده هایی که جمع آوری میکنه یه دیتابیس ساخته به نام اوبر ساجست و این آمار رو از اون اطلاعات داره میاره. در نتیجه خب کشور ایران رو ما اینجا نداریم. در نتیجه یه دیتابیس بسیار بسیار قوی داره که میتونه خیلی به ما کمک بکنه. پس اینجا ما میتونیم از داده های سایت های رقیبمون استفاده کنیم برای دریافت ورودی گوگل بیشتر، به شرطی که رقبامون هم قبلا از این سرویس استفاده کرده باشن. خب ایران رو نداره، امارات متحده رو انتخاب میکنیم چون یکم زبانشون به ما نزدیکتر هست، یا مثلا پرژن. آره پرژن رو هم میتونیم اینجا پیدا کنیم و مثلا روی افغانستان قرار بدیم، به احتمال زیاد نتایج بهتری رو به ما میده. و اینجا ببینید میتونیم ببینیم چه عباراتی بیشتر سرچ شدن. پس به این شکل میتونیم کلمات کلیدی مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. این هم دقیقاً همون SD یا SEO دیفیکاتی یا همون میزان رقابت توی این کلمه کلیدی رو به ما نشون میده. ولیوم یا مقدار سرچ این عبارت در گوگل رو بهمون نشون میده و ترندش هم که خب میزان ترندی هست که داشته و در ماه‌های اخیر چقدر جستجو داشته. خیلی راحت با این سرویس هم میتونیم عبارات کلیدی مورد نظر خودمون رو پیدا کنیم که حالا فعلا عبارت کلیدیمون رو انتخاب میکنیم. توی فصل‌های بعدی آموزش کلن به شما توضیح خواهم داد چقدر قوی‌تر میتونید از این دوتا سرویس و گوگل ترندز، یعنی این سه تا سرویسی که امروز بهتون معرفی کردم، استفاده کنید برای اینکه عبارات کلیدی رو دقیق‌تر پیدا کنید. فعلا با این عبارات کلمات کلیدی کسب و کار خودتون رو در بیارید. حداقل 50 تا عبارت کلیدی برای کسب و کارتون پیدا کنید برای استفاده توی مقالات و صفحات وبسایتتون و بعد توی جلسات بعد بهتون میگم چطور از این عبارات استفاده کنید تو وبسایتتون و سایتتون رو با این عبارات چطور سئو کنید.